با درود بسیار به یاران و همراهان و عزیزان در کنار ایران فردا. هفته پیش چند نفرتون پیام گذاشته بودید با تلفن که زنگ زدم. با دو تن موفق به صحبت شدم. دوستی که در کرج زنگ زده بود ظاهراً اشکالی در تلفنش بود، نتونستم بگیرم. یک تلفن دیگرم چندین نوبت گرفتم پاسخ نداد. به هر حال من بی‌ادب نیستم، اگر برای من پیغام بگذارید و بخواهید به شما حتما زنگ بزنم یا یه مسئله مهمی هست این کار رو خواهم کرد. در رابطه با برنامه همونجور که بهتون گفتم نرم نرمک شاهد برنامه جدید خواهید بود و تغییرات عمده‌ای رو در ایران فردا خواهید دید. دوستانی هم که در مورد ستلایت به من میگفتن، منی که اونجور خیز برداشته بودم که حتما روی ستلایت دیگری هم باشیم، اولا با گزارش هایی که از ایران میرسه خوشحالم که انقدر براتون ایران فردا ارزش داره که LMB عوض میکنید، جهت دیش رو عوض میکنید. الان با تلگرام و با این اریکسونی که من براتون گفتم و همینطور با تلفن های هوشمند خیلی راحت شده، یعنی دیگه هیچ نوعی رژیم جمهوری ولایت فقیه نمیتونه جلوی تلویزیون رو بگیره. روی ستلایت پارازیت رو میدن و خیلی جالبه، ما معدود تلویزیونی هستیم که پارازیت ها به شدت روی ما ادامه داره. به هر حال وقتی حرف حق بزنی معلومه ناحقان نمیخوان حرفت شنیده بشه. در گفتگویی که با یک دوستی از ایران داشتم، انسانی که مدتی رم در محبس گذرانده بود، صحبت‌هایی کردیم پیرامونی سازمان که نظامی بود، سیاسی بود و غیره، و من برای شرح می‌دادم. می‌گفتم وقتی من میگم افراد این سازمان بی‌گناهند، به جهت اینکه این افراد مجذوب یک شعار و ایدئولوژی و یا فرد شدن و اون فرد و اون ایدئولوژیه که سالها اینا رو بازی میده و در نهایت هم رهاشون میکنه به امان خدا. بنابراین اون افراد اینقدر گناهکار نیستن. دوست دیگری به من نوشته بود که آقای ارشد رو که باشون گفته او کردید از سازمان مجاهدین خلق، ایشون باید از ملت ایران پوزش بخواد به خاطر اینکه مدتی تو سازمان مجاهدین خلق بود. و بنده به ایشون عرض میکنم اگه قرار اینجوری باشه، خب یه جوانی اومده در یه فضای تبزده بعد از انقلاب یا اون فضاهای که تو خارج، خودم اینجا دانشجو بودم میدونم اینجا وجود داشت، سراغ یه سازمانی رفته، برای خیانت که نرفته، رفته اونجا که به وطنش خدمت کنه، رفته که آرمانهای مردمش رو تحقق بده. ولی من مطمئنم آقای ارشد این کار رو خواهد کرد، برای اینکه بسیار آدم آزاده‌ایش دیدم که راحت همه چی هم داره میگه. میگه من خودش میگه در فروغ جاودان بودم، این کار رو کردم، فرمانده بودم، فرمانده پشتیبانی و کارم چه بود. این نوع گفتگوها مجال به ما میده که یه خورده پشت سرمون رو هم ببینیم. حالا بالاتر از نوک بینی رو که خیلی از ماها متوجه نمیبینیم، اما شاید بشه سرمون رو برگردونیم پشت سرمون رو ببینیم. این تعصباتی که ما داریم، این کتاب خاطرات سرهنگ بنی عامری رو دارم میخونم. انقلاب شده، ارتشی ها در یه شرایط وحشتناک دارن میکشنشون، ولی این امیدی که داره به آینده، این امیدی که میشه هنوز این مصیبت رو برش غلبه کرد، باعث میشه بره با دوستان دیگرش تشکلی رو به وجود میارن، سازمان نقاب رو، و میرن حالا شکست میخورن. ولی تمام اینا عاشقانه ایران رو دوست داشتن، متکی به خارجی نبودن، با توپ صدام نمیخواستن بیان ایران رو بگیرن، تکیه بر خودشون داشتن، به همین دلیل هم دلاورانه جان باختن خیلی هاشون. باری ما امروز سعی میکنیم در، چون چند تا پیام برای محمد صفریان فرستادید، متاسفانه نمیتونست حاضر بشه، ولی با تلفن سراغش خواهیم رفت و
پیام های شما رو گوش میده و پاسخ میده. اجازه بدید دیگه من زیاد حرف نزنم، بریم و پیام هاتون رو گوش بدیم. درود به شما جناب نوروزاده و درود به همه همکاران شما. چقدر برنامه های عالی و دیدنی دارید که واقعا شنوندن همه اینا وقتتون رو میگیره. دلیل پیغام گذاشتن امروز من البته تعریف کردن از برنامه های تعریفی شما نیست، چون یکی از یکی دیگه جالبتر هستن. خواهشی که ازتون دارم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مسخره که باز در ایران از الان بازار گرمی پیدا کرده، اینی که در مورد جعبه های رای گیری صحبت بفرمید که جعبه های این روزها در همه کشورها به اصطلاح سیفرو هستن، یعنی داخل جعبه پیداست و قابل تقلب نیست و نشون میده که خالی هستن قبل از شروع رای. چند پیش یه نفر این پیشنهاد رو داده بودن، من یادم هست شد دو سه ماه پیش بود، بلافاصله آقایون علما فرمودن این خلاف شرعه چون آرا ممکنه دیده بشه. به هیچ وجه نامه تای شده آقای نوری‌زاده کسی رو کسی نمیتونه به نامه تای شده رو فرض ماها که اگه یکی دو کلمه از یک رای دیده بشه کسی متوجه نمیشه که همه رای رو بخونه. این حرفای بچه گولزن رو 100 سال پیش ممکن بود کسی قبول بکنه، ولی الان دیگه قرن 21 هست و باید این حرفا به مسخره گرفته بشه. لطفا اگر که جناب عالی صلاح میدونین این رو در برنامه های متنوع خودتون بارها بارها تکرار کنید به زحمت که به گوش همه مردم برسه. ای کاش همه رسانه ها هم از همین الان این صحبت ها رو شروع کنن قبل از اینکه دیر بشه. با امتنان زیاد یک دوست از نزدیک شهر ناتینگهام. خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی گرامی. حتما ما یه برنامه ویژه انتخابات خواهیم داشت که در دو سه هفته مونده به انتخابات آغاز خواهد شد، خود بنده عهده‌دارش خواهم بود، البته دوستان دیگری هم یاری میرسونن با تحلیل و گفتگو. و حرف شما کاملا درسته، در جمهوری ولایت فقیه بغچه میکنن، در همه دنیا شفاف سی ترو میبینید آرا که میفته، همه اخیرا انتخابات مصر، تونس و غیره. در جمهوری ولایت فقیه زنها رو چارقد میذارن سرشون رو چادر، صندوقای رأی رو هم چادر سرشون میکنن، چون نگاه نامحرم، اونا همشون نامحرمن، نگاه نامحرم بشتن و اونجوری راحت تر میشه عوض کرد، صندوق رو بلافاصله عوض میکنه. هموطن بعدی، سلام آقای نوری‌زاده عزیز، شما برای من خیلی محترم هستید و برنامه شما رو اصلا از دست نمیدم، ولی نمیدونم و چرا مرتب شما از آقای بیژن زنگنه دفاع میکنید. معلوم نیست تو کشور ما چه خبر هستش که به اتهامات آقای زنگنه رسیدگی نمیشه و دوباره وزیر میشه. مگه ما قطع الرجال داریم؟ و منم از شما توقع تایید ایشون رو اصلا ندارم. در زمان آقای زنگنه قراردادهای بدی بسته شد، مثل کرسنت و استاد اول و خیلی دیگر از قراردادها هم اطلاع نداریم، چون همشون برخلاف قانون که در صحن مجلس باید به اونا رسیدگی میشد محرمانه بودن. اما توی برخی از این قراردادها در زمان تصدی پست وزارت آقای زنگنه در خارج از کشور موجب قتل و آبروریزی طرف قرارداد و انفصال از کار و مجازات افراد شد. حالا جریان قراردادها و قیمت گاز رو که در اون زمان 14 بار کمتر از قیمت گاز زمان عقد قرارداد بود و شما بهتر از من میدونید. بعد آقای زنگنه میاد دوباره راجب آقای بابک زنجانی اظهار نظر میکنه. تو رو خدا مسخره نیست. من ممنون میشم اگه شما به من جواب بدید. خیلی شما رو دوست دارم. سلامت و پایدار باشید. ممنونم نسرین هستم. ممنونم خانم نسرین خانم. اولا مسئله تعریف کردن از زنگنه نیست. وقتی زنگنه اومد جنگ با دزدا رو شروع کرد، من گفتم کار خوبیه و اومدم خودم افشاگری کردم مفصل، یک ماه دو ماه در مورد دزدای نفتی و دکل و غیره و غیره. بعد آقای زنگنه لنگ انداخت، جا زد، زورش به رستم قاسمی و میرکاظمی نرسید، دزدای سر گردن. همه اینا رو که گفتم در این نیست بگم آقای زنگنه آدم بره پشت سرش نماز بخونه، اینقدر پاک و مطهره، نه.
به هر حال آقای زنگنه در نظام جمهوری اسلامی دارای یه ویژگی هایی بوده، مدیریتی بلد بوده، صنعت نفت و نیرو و غیره رو از اون دیگه بهتر میشناخت. بعد قحط الرجال، نه در مملکت ما قحط الرجال نیست، منتها در مملکت ما مشکلی که داریم رجال ها به بازی گرفته نمیشن. رجال، ببخشید جمع نباید بگم، رجال به بازی گرفته نمیشن. مردان میهن دوست و کاردان به درد نمیخورن. خیلی زور بزنن تو این شرکت ها یا تو ادارات دولتی بر ما پای تخصصشون یه گوشه کار کنن یا شرکت خصوصی باشن یا کار آزاد کنن. امام خمینی فرمودن که ما تخصص نمیخوایم. در بیمارستان باجیه گفته بود، رئیس بیمارستان که ریش گذاشته بود و دکتر شده بود، گفته بود بله ما دو هفته به این باجیه نرسینگ رو یاد میدیم. یعنی این برداشت و تعبیر بود و در همه زمینه ها. به قول جمشید چالنگی، آقای مدیر کل در صدا و سیما، حکم داده بود به یه بچه پاسدار، از امروز شما را به مقام پرویز یا حقی منصوب کرده. این بود، این نگاه بود و این برداشت ها بود. آقای زنگنه تو اینا حداقل درس خونده بود، تو اونجا بلد بود، کارشو میدونست. اما ایشون هم پر از خطاست. بانوی گرامی، قرارداد کرسنت لغوش خیانت بود، نه بستنش. قرارداد کرسنت به نفع ما بود. فکر کنیم کشوری مثل امارات متحده که هزار مشکل هم باش داریم، چراغ خانه هاش با گاز ایران میسوخت. چه نفوذی اونجا داشتیم، چه تأثیری اونجا داشتیم. شما اتحادیه اروپا رو دیدید، روسا که رفتن شبه جزیره کریمه رو گرفتن، از یه حدی فراتر نرفتن، وحشت داشتن زمستون سرما گازشون رو روسا قطع بکنه. ما چه نفوذی میتونست، چه استفاده میتونستیم بکنیم، چه پولی برای کشورمون میومد. لغو اون خیانت بود، نه امضای اون قرارداد. استات اویل چی بود؟ قرارداد چقدر بود؟ 12 میلیون دلار توش گفتن رشوه دادن. تو همه قراردادا میدن 12 میلیون دلار که چیزی نیست. رستم قاسمی 100 میلیون میگیره. اثبات شی هم نفی ما ادا نیست. رستم قاسمی چون دزده نمیگه آقای زنگنه خوبه. آقای زنگنم فراوون خطا کرده. اما ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگو. این حرفیست که من مرتب به همکارام میزنم. در نگاه به آدم ها عمل کرد. یک، شرایط رو در نظر بگیریم، امکانات رو در نظر بگیریم، زمان رو در نظر بگیریم. اینا رو یادمون نره. بیننده بعدیمون، سلام. من روزت خسته نباشیم. داشتم برنامه پاسخ به این ویدنگانتون نگاه میکردم، واقعا دلم براتون خیلی سوخت. شما با این همه زحمت یه کانال را انداختیم، واقعا عیب و نقصی هم نمیشه بهش گرفت. و میدونیم که همه چقدر این را انداختیم، همچی کانال سخته. اون بر یه آدمی زنگ میزنه و میگه که شمرده 18 بار گفته یه آقایی از گویندگانتون تو برنامهش 18 بار گفته فی الواقع. من میخواستم از طرف خودم به این آقا بکنم، شما که آبونمان این تلویزیون نیستی که، آبونمانی هم پرداخت نمی کنی. لطفا شما باید کانال دیگه نگاه کن. جام جام مستدیار ایرونی میذاره، خیلی هم خوبه، میتونی شما اونو نگاه کنی. اگه قرار بود شما یه آبونمانی بدی به این تلویزیون، وقت چی کار خواستی بکنی؟ خیلی متشکرم. خلاصشون ممنونم دوست من، سپاسگزارم. البته من انتقاد رو به جان میخرم، جایی هم که درست باشه قبول میکنم. و اون روزم توضیح دادم در مورد صحبت آقای پیمان عارف و همینطور آقای ماشاءالله عباس‌زاده که همکار واقعا زحمت کش منه که با جان و دل صبح تا شب داره تلاش میکنه. باور کنید یه وقتی باید بره سفر، اینقدر آدم مسئولیه تا لحظه آخر میسته کارش رو انجام میده بعد میره. حالا من بیام بگم تو فلان روز یه کلمه اینو گفتی، نه. اینا رو دوستانم آدم حل میکنه. هر انسانی، بنده خودم همین دیروز بود تو برنامه، پیروز بود،
گفتم آقا من این موشک رو دور برد. گفتم نه میان برده. اقرار میکنم میگم اشتباه کردم. اون بار اسم جنرال سیسی رو مبارک گفته بودم. فوراً هم به من گفتید. فوراً اومدم فرداش تصحیح کردم. پیش میاد. تو برنامه زنده، تو برنامه که الان داری ضبط میکنی برای یک ساعت دیگه، از این چیزا پیش میاد. به چشم اغمازگر خودتون ببخشایید. آفرین بر نظر پاک خطا پوشت باد. با اجازه از حضرت حافظ که خطا پوشش گفت. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. حسنه باشید. من چهره مهربان و نیرومند استاد عزیزم امپراتور خبر جناب آقای نوری‌زاده سلام و عرض ادب میکنم به تمام کارکنان ایران فردا و یکی از طرفداران سرسخت شما هستم. من امشب صحبت کردم، آقای نوری‌زاده صدای منو پخش کرد. من همون خانواده شهیدی بودم که قرار شد آقای نوری‌زاده و شمارتون رو مجددا به من بدین که من با شما تماس بگیرم. به من شماره ندادن. من الان برای شما اعلام میکنم که آقای نوری‌زاده میتوانم با من ساعت 11 شب بتونم به راحتی صحبت کنم. من روز نمیتونم صحبت کنم چون کنترل میشه، ولی ساعت 11 شب به بعد میتونم در دل بکنم با آقای نوری‌زاده استاد عزیزم صحبت بکنم که واقعا برنامه شما جا افتاده، خیلی برنامه خوبیه، پر بیننده شده و انتظار میره لابلاشم اگر موزیکای افغانی، موزیکای قدیمی ایرانی مثل داریوش اینا بذارید خیلی جالبه. لطف کنید شماره منو بدید به آقای نوری‌زاده که بتونن ایشالله شب آخرهای شب ساعت 11 شب ایران با من تماس میگیرن. تشکر میکنم، دست همه شما میبوسم. طول عمر برکت آقای نوری‌زاده از خدا خواستم. خانوادهش ایشالله سلامتی بده، به شما هم خدا سلامتی بده. مازندران از مازندران میشن گلدوبا. دوست من باز شماره تو نذاشتی. این عجیبه، تلفن شما نمیفته. تلفن شما موقعی که پیام میگذارید اونجا نمیفته، به خصوص وقتی از ایران زنگ میزنید یا با کارت زنگ میزنید. اونا که از انگلیس با تلفن خودشون میزنن آره میفته، ولی اونای دیگه نمیفته. بعضیاتون از من پرسیده بودید ما تکس میخوایم بفرستیم براتون و چجوری بفرستیم. من یه شماره براتون اعلام میکنم، اگر خواستید تکست بفرستید میتونید به این شماره بفرستید. و دوستانم نمیدونم تو استودیو میتونن بالا اتاق فرمان اینو این زیر بگذارن، 2044 که این برای اگر از خارج از بریتانیا میگیرید 2044 77 17 400 500، یعنی 4-2-0 5-2-0. اگر تکس مسیج داشتید میتونید به این بفرستید و این تکس مسیج ها خوانده میشه و بهش هم پاسخ داده میشه. پس 2044-77-17-400-500. کسایی هم که از انگلیس میگیرن دیگه اون 2044 نمیگیرن، یه صفر میذارن جلوی 7 که خودشون میدونن یا از جاهای مختلف. خب بریم به بیننده بعدی گوش بدیم. سلام، خسته نباشید. من از آذربایجان زنگ میزنم. ابتدا جا دارد از آقای دکتر نوری‌زاده تشکر کنم به خاطر اینکه در مناظره چند روز پیش با آقای شریعت مداری از جمعیت بیش از 30 میلیون ترک اذعان کردم و به مظلومیت ترکای عراق و سوریه هم اشاره کردم. البته یک درصد از جمعیت سوریه ترک نیستن، بلکه بیش از 3 میلیون هستن. و آقای دکتر نوری‌زاده اشاره هم به چشم دوختن آقای الهام علیف به آذربایجان داشتین. میخواستم بگم وقتی که در نقشه بزرگ به اصطلاح کردستان بزرگ آذربایجان غربی ما در پشت میز آقای بارزانی به چشم میخورد، آقای علیف هم حق داره که به این منطقه دائم مالکیت کند. در ضمن آقای نوری‌زاده، آقای چالنگی با آقای حسن شرفی در تفسیر خبر گفتگو داشت میکرد که ایشان میگفت ما ایرانی هستیم، ما کرد ایرانی هستیم، ولی
در روی میز ایشان پرچم کردستان عراق دیدیم شد. حتی به وی اعتراض هم شد و ایشان گفت که من نه پرچم فعلی ایران و نه پرچم قبلی ایران با شیر خورشید قبول ندارم. و اگر این پرچم دیار و نشانه بود در کنار پرچم کردستان قرار می دادم و نگفت که پرچم کردستان در کنار پرچم ایران می ذاشتم. در حالی که این یک کرد ایرانی است و هیچ ارتباطی هم به پرچم کردستان نداره. آیا اگر آقای آذربایجان به عنوان کارشناس مسائل سیاسی در تلویزیون شما با پرچم آذربایجان و ترکیه حضور پیدا کند، آیا ایشان را تحمل میکنید یا نه؟ خیلی ممنون. دوست من، ممنونم از اظهار لطفت. مسلم اگر کردستان عراقی دولت بود و کاکستان شرفی پرچم اون دولت رو میزش میذاش، من اعتراض میکردم خودم به شخصه. ولی کردستان عراق یک اقلیمه، جزو عراق هست یا سوریه جزو سوریه است و کردها به طور کلی برای خودشون یه نمادی مثل این پرچم درست کرد. کسی بیاد پرچم آذربایجان یا ترکیه رو میز بذاره، پرچم دو کشور بیگانه رو گذاشته. ولی کرد ایرانی که با کرد عراقی بیگانه نیست، کرد عراقی هم که صاحب دولت نیست. اینو این دوتا تفاوت خیلی ظریف رو داره. من میدونم شما آذربایجانی ها محال اجازه بدید که آقای الهام علیوف حتی خواب آذربایجان ایران رو ببینه. برعکس اونا باید بیان طرف ما، اونا رو از ما جدا کردن. همین داستان قرآن رو براتون گفتم، قرآن یا مال عباس میرزا بوده یا مال حاکم قره‌باغ بوده، روسا دزدیدن بردن، بعد حالا کپیشو میارن با آقای خامنه‌ای میدن، آقای ولایتی هم از شادی جفتک میزنه میپره بالا که چقدر خوبه که قرآن برامون آوردن. اما قرآن قلابی بدلیه، اصلش نیست، اون اصلو از ما غارت کردن بردن، مثل 17 شهر قفقازمون و خیلی جاهای دیگه. در حال ممنونم دوست من. هموطن بعدی، سلام و عرض ادب جناب آقای نوروزاده عزیز. من با چندین بار پیغام گذاشتم، ممنون میشم بگید به من چجوری من باید با شما ارتباط برقرار کنم. خیلی کارتون دارم، سپاس بذارم. دوست من، من یک تلفن معرفی کردم برای فرستادن تکست، راحت تر. اونا که تکست میخوان بفرستن، مطلبی دارن، با این شماره تلفن که میبینید روی پرده، با این میتونید برای من بفرستید. اجازه بدید بریم محمد صفریان رو بگیریم. چند تا پیام داره محمد که دلم میخواد این پیام ها رو ما گوش بدیم. که اجازه بدید محمد رو بگیرم. خبر دادم به شما. سلام محمد عزیزم، چطوری؟ خوب قربانتون برم. آقای صفریان با ما باش، چند تا پیام داری بشنو که خودت جواب بدی. محمد صفریان که خب میدونید برنامه زیبای چمتا رو داره که یکی از بهترین برنامه ماست و برنامه چارسو رو داره، چهره ها رو درست کرد. به هر حال از انسان هایی است که با دل و عشق اینجا کار میکنه و این خیلی مهمه. میشنویم پیام اول رو برای آقای صفریان. با عرض سلام و عرض ادب به جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، مدیریت محترم تلویزیون پربیننده ایران فردا. جناب آقای دکتر، لطفاً روی سخن من اکثرا با آقای محمد صفریان، کارگردان زبردست و ماهر برنامه چهره های پربیننده شما. لطفا من خواستم از آقای محمد صفریان تقاضا کنم که در برنامه چهره هاشون اگر امکان داره و در دسترسشون هست، چون من یک شخصی هستم با سن بالا که 70 سال 80 سال 70 سال پیش این فیلم ها رو در سینمای ایران می دیدم. مثلا فیلم مسافرت به کره ماه یا مسافرت به کره مریخ که یه آرتیست خیلی خوبی هم داشت به نام بوسترگراب، یا مثلا فیلم های ترسناک به نام هنرپیشه بزرگی مانند بوریس کارلو،
یا مثلا اولین محصول هالیوود که در جلوی دوربین در تارزان ظاهر می شد به نام جونی ویسمولر بود. من ده این فیلم ها رو 70 سال پیش در سینمای ایران نگاه می کردم. اگه چنون که در دسترسشون هست شناسنامه جزئی هم که باشه از این آرتیست های قدیمی، ما خیلی خوشحال میشیم و از شما خیلی متشکریم. شنونده شما از هلند زنگ میزنم. خدا نگهدار. سپاسگزارم. آقای سفریان، در واقع این یکی رو من باید جواب بدم. بله. سفریان بی تقصیره. برنامه چهره ها مدتی است متوقف شده، ولی انشالله دوباره از سر خواهیم گرفت. من خودم از بینندگان پروپاگرس اون برنامه بودم، چون راست میگید برای ماها که موی سپید کردیم، دیدن اودری هیبرن، دیدن کاری گرانت، دیدن جان وین، دیدن گاری کوپر، دیدن سوفیا لورن، اینا جذابیت داره دیگه، خاطره رو زنده. ببخشید آقای سفریان. خواهش میکنم. دقیقا پاسخ من هم چنین بود و من هم امیدوارم که مشکلات فنی زودتر از راه برداشته بشه و این برنامه سری تازش دومده روی آنتن تلویزیون بیاد. خب پیام بعدی برای آقای سفریان. دکتر جان سلام. عجب برنامه خوبی آقای سفریان، چقدر عالی بود. الان این ساعت یک و نیم شب بود، چقدر قشنگ بود. خیلی برنامه هاش بوده، خیلی تبدیل میگم واقعا. من اون شده بگذر. خب تعریف کرده بود سفریان عزیز، پاسخ بده خوده. تنها میتونم بگم که ممنونم و دست همه دوستامو به دوستی میفشارم. هم من در واقع به نمایندگی از تیم در واقع چند تا که من و چند تا از همکاران و من و خانم سامانی و چند تا دیگه از همکاران هستیم، واقعا از همراهی همه دوستان متشکرم و دستشون رو به دوستی میفشارم. سپاسگزارم. یه پیام دیگه هم داریم برای آقای سفریان. ممنون. سلام، ایشالله که همگی خوب و خوش باشن و ما تمام آرزومون و تمام فکرمون این تلویزیون ایران فردا، رادیوی ایران فردا. ازتون خواهش میکنم آی سفریان، من یه فیلمی زمان جوانی دیدم، خیلی خیلی سالها دور، 62 سال پیش، به نام فردا خیلی دیره، با آنا ماریا پیر آنجلی. لطفا اگر این فیلم رو پیدا کردید یا دارید در ما بیست. خیلی ازت ممنون و متشکر میشه. خدمت آقای نوری‌زاده سلام داریم، شلا همیشه پایدار باشد. بسیار برنامه های قشنگی داریم. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. ممنونم بانوی گرامی. آقای سفریان، میبینیم برنامه چهرهاد رقیب چمتا شده ها، یعنی اونم. بله، من خودم خیلی اون برنامه رو دوست داشتم و احساس میکنم که در حال چون سینما شاید مخاطبین بیشتری داشته باشه، مخصوصا اون سینمای کلاسیک اروپا و آمریکا که ما روش کار میکردیم، من خودم اون برنامه رو خیلی دوست داشتم و به هر حال میگم این سری مشکلات فنی تلویزیون که به هر حال خواهی نخواهی لاجرمه و توی تمام تلویزیون دیگه هم هست، برام پیش اومد و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که زودی سری جدید این برنامه ساخته بشه در هیئت تازه تر و ما بتونیم که خاطرات دوستانمون رو زنده بکنیم و لحظات شیرینی براشون فراهم. خب حالا که اینجا هستی منم یه سوال دارم سفریان عزیز، برای بینندگانی که خب خیلی هم به چمتا هم علاقه دارن، بگو آیا هیچ تغییر و تحولی در چمتا شاهد خواهیم بود؟ بله، تغییر تحول که یقینا خواهد بود. ما الان نزدیکی به 3 ساله که روی همین فرمت داریم میریم. چند تا شد آقای سفریان؟ بالا خلوهش بکنم 140 شماره چند تا، 10 فصل رو که تموم کردیم که میشه 130 شماره. از فصل جدیدم
اینطور که حافظم میگه 4-5 شماره رفته و ما تو هر فصل 13 تا برنامه کار میکنیم. در واقع این اتفاق افتاد که روال چند تا یه جوره یک روال کلاسیک شد و من همش به این فکر میکنم که اینها چون یک مجموعه خواهد شد، برای هیچ همچین تحقیقی راجع به موسیقی مردمی دنیا به زبان فارسی انجام نشده بود. با ما در بیشتر این کارهایی که میکنید منابعمون منابع انگلیسی زبان یا فرانسه زبان یا ایتالیایی زبان هستن و اصلا به زبان فارسی همچین تحقیقاتی نشده راجع به موسیقی مردمی. برای همین ما یک مقدار روی تغییر، یعنی اینرسیمون رفته بالا و این تغییر برامون سخت شده، برای اینکه نمیخوایم از اون حالت بیاد بیرون. ولی به هر حال در واقع چهرهای تک نفره، یعنی ما الان همطور معمولا اختصاص میدیم در هر برنامه به یک نفر، این افراد در واقع خیلی بزرگ رفته امکان داره که خب تموم بشن به حال مثلا 150 شماره بعد از این فصل یا فصل بعدی. بعد ما یقینا این تغییر کلی تری خواهیم داشت و اون این که اول از همه که گروه های موسیقی بسیار بزرگ که مثلا یه گروهی مثل پینک فلوید یا بیتل، اینا واقعا کارهای بزرگ کردن بیتل ها و تغییرات فرهنگی دنیا گذاشتن. ما یه فصل یا دو فصل رو هم به گروه ها اختصاص خواهیم داد که خود این یک تغییر میشه و فکر میکنم در ادامه برای مثلا سال بعد یه جوری بشه که بشه مثلا برنامه رو یا من یا یکی از دوستانون به هر حال اجرا بکنم و یه تغییر کلی باشه. ولی به هر حال تغییر در رنگ و لعاب برنامه یقینا سعی خواهیم کرد که این ویژه رو به هر حال اضافه بکنیم، یه تغییراتی رو بدیم به برنامه که به هر حال برای چشم بیننده های ما هم یک مقدار حظ بصری بیشتری ببرن. ممنونم ازت محمد صفریان عزیزم. من میخوام آقای دکتر اگر که وقت دارم من یه چیزی رو اضافه بکنم. بله حتما. راجع به برنامه 4 سو میخواستم خدمت شما و دوستانمون یه توضیح بدم. من از اینجا که واقعا خودم علاقمندم که حق مؤلفین رعایت بشه و لااقل خودمون کپی رایت رو رعایت بکنیم، من ترجیح هم بر اینه که از اونجایی که نوشتن این برنامه به عهده یک دیگه است، واقعا یک دیگه از همکارای ما نوشتن این برنامه رو به عهده داره، یا دوست ندارم که کردیت معنویش به اسم من باشه، چون من اونجا واقعا همینطور که توی کشور اومده تنها مشاور فرهنگی هم و واقعا مثلا آیتم های برنامه با مشاوره من یا گهگدار با نظر من یا همون راه نمایی های من اینطور بگم نوشته میشه، ولی نواقع نوشتن این برنامه کلن به عهده دوست عزیزمون خانم سامانی هستش و دوست دارم که حقوق معنوی ایشون رعایت بشه. همین من این توضیح رو خواستم. بسیار ممنونم. و خانم سامانی هم واقعا یکی از همکاران عزیز منه که افتخار این رو پیدا کردم بعد از ایران فردا با او آشنا شدم و گویی که در این شهر نیست ولی از راه دور انگار حضور همیشه در ایران فردا داره. ممنونم محمد صفریان عزیز. دم شما گرم، دم دوستای نازنینمون هم گرم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستن اگر در ایران هستن که تو حال و هوای این شبای ناز زمستونی امیدوارم خونه‌شون گرم باشه و در انتظار شب یلدا باشن و اگر هم در غرب هستن مثل ما قربت نشین هستن، امیدوارم که تو حال هوای کریسمس و نو شدن روزها و شبهای خوبی داشته باشن. دمتون گرم. ممنون عزیزم. خب وقت داریم یه چند تا پیام دیگه گوش بدیم. میشنویم. بله بسیار میشنویم پیام های دیگر. با درود و سلام خدمت آقای نوریزاد عزیز و محترم، من دکتر مهران هستم و خوشحال میشم اگر بتونن و وقت بهشون اجازه بده به من تلفن بزنن، خیلی ازشون ممنون میشم. My number is 914573. نگید شماره رو پای اینجا نگید. چشم. خب بیننده بعدی مون. الو با سلام و دعای خیر خدمت جناب آقای نوریزاده. جناب نوریزاده مرتب شما از مرجعی بیرون ایران شکایت میکنید. خانم که ما کسانی رو در خارج داریم که بیانیه های خیلی خوبی رو صادر کردن، خواهش میکنیم اگر امکان دارد از نظرات مراجع مخالف
تندری، افرادگری، خشونت هم سخنی به میان آورید. جهت اطلاع حضرت عالی تلفن 2-0. بله من متوجه نشدم منظور تو مراجع دینی بود، منظور تو کی بود؟ ما نظرات مختلف، ما در طول هفته چند تا مصاحبه پخش میکنیم، یا برنامه مثل تفسیر خبر یا سرزمین من، یا در برنامه خود ما سرزمین ما. و الان متوجه شدم که شما اشارتون روی نفی خشونت بود، خیلی طبیعی است، من کاملا با شما موافقم و بیشتر به این مسئله توجه خواهیم کرد. چشم، حرف شما کاملا درست، نفی خشونت. هموطن بعدی، با درود به شما جناب آقای نوری‌زاده و تشکر از زحماتتون. یکی از بهترین برنامه ها و مؤثر، یعنی تاثیرگذارترین برنامه های شما دعوت از آقای ارشدی بوده. من این برنامه رو دیدم و متاسفانه هنوز درد و اون حس سرخوردگی رو متاسفانه از چهره آقای ارشدی میشه حس کرد، ولی بازم از ایشون ممنونیم و از شما که ایشون آوردین توضیح بدن. کسی بوده آقای ارشدی که در رأس امور هم بوده توی این سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق، و خواستم ببینم اگه میشه از آقای ارشدی خواهش کنین دوستان دیگرشون که به هر حال برگشتن از این سازمان و بیان توی تلویزیون و همینطور مثل ایشون نور بتابونن به تمام اعمال پلیدی که این سازمان تا الان انجام داده. و ما هست هنوز داریم دوستانی که اینجا بر سر دوراهی هستند و حتی شده از شکمشون میزنن، ماهانه پول میفرستن برای این سازمان، ولی خب اون حسه که 30 سال جوانیشون و زندگیشون رفته اجازه نمیده که به راحتی برگردن و اعتراف کنن که اشتباه کردن. شاید با این کاری که آقای ارشدی و شما انجام دادین بقیه بچه ها هنوز فکر میکنن که تعهدی دارن به اون سازمان راحتر بتونن برگردن با آغوش اجتماع و با بقیه هموطنونشون به راحتی دوست بشن و اعتراف کنن. این خیلی مؤثر برای اونایی که گیر افتادن. برجت ممنونم باز از برنامه‌تون، خسته نباشید. سپاسگزارم دوست عزیزم. راست میگی، من با یکیشون که حرف میزدم میگفت آره من میدونم همه اینا رو، ولی آخه چه جوری بیام بیرون؟ من چیزی غیر از این نمیشناسم. یه نفر که از زمانی که خودش شناخته، شما یه لباس سیاه تنش بکنی، تمام مدت این فقط رنگ سیاه رو دیده، اصلا با رنگ قرمز، آبی، سبز تناسبی نداره. باید عادت کنه رنگ سبز رو بشناسه. یه مجاهد اسیر باید عادت کنه که در دنیا چیزی به نام عشق وجود داره، دوست داشتن، عشق پدر و مادر بالاتر از هر چیزی. اینو باید بفهمه، نه اینکه توف بکنه به پدرش بگه مزدور. اینو باید یاد بگیره، باید توی محیطی باشه معنای عشق و دوستی رو درک کنه. راست میگی عزیزم، حرف درسته. پیام دیگری رو میشنم. الو سلام، مهری هستم از کلگری کانادا، با عرض خسته نباشید. امروز 6 دسامبر ما فیلم نیمه ماه داریم از تلویزیون شما میبینیم. من 2 روز قبل این فیلم رو از تلویزیون بی بی سی دیدم با زیرنویس فارسی، ولی شما زیرنویس نذاشتیم، خب برای خیلی قابل فهم نیست. خیلی متشکرم، خدا ممنونم از شما. حضورتون عرض بکنم دلیل اینکه این فیلم رو گذاشتم، خب یکیش این بود که بسیاری از هموطنان کرد ما خواستن این فیلم رو با همون زبان خود فیلم ببینن و من این کار رو کردم. البته کارگردان دوست نازنین منه و بدون اجازه اون کار انجام ندادم و امیدوارم که در یه فرصت دیگه بشه که شما هم خب دیگه گفتید دیدید فارسی، زیرنویس فارسیش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باش. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه همینجا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.